سلام، سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران که هستید. از واشنگتن آفتابی در ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهم بود در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. امیدوارم تا این لحظه روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و روزگار خوشی رو پیش رو داشته باشید. در این شماره از تفسیر خبر میپردازیم در نیمه نخست به آنچه که در عرصه مقدمات انتخابات در جمهوری اسلامی میگذرد و نیز نگاهی خواهیم داشت به وضعیت محیط زیست در ایران. آتش سوزی در جنگل های شمال ایران، سرازیر شدن فاضلاب به دریای خزر و خلیج فارس و قطع درختان در کاخ سعدآباد و خبرهای دیگر در ارتباط با محیط زیست در ایران. در نیمه نخست برنامه با من و شما خواهند بود آقای جلال ایجادی، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای جلال ایجادی، مطمئنم نیاز به معرفی بیشتری ندارند، در تفسیر خبر بارها شرکت داشتن، مقالات ایشون رو میتونید در وبسایت گویا ببینید و بخونید، به خصوص مقالات اخیر ایشون رو در ارتباط با کسانی که زیر عنوان نواندیشان دینی نام برده میشه ازشون، یا همون کارگزاران پیشین جمهوری اسلامی یا رانده شده جمهوری اسلامی، به اضافه دستاویز تازه اونها هابرماس و بقیه. آقای ایجادی مقالاتی در این زمینه دارن در وبسایت گویا که برای کسایی که علاقمند هستن به این زمینه قطعا خواندنی است. به اتفاق شما سلام میگیم به آقای ایجادی در پاریس فرانسه. درود بر شما جناب آقای کالنگی، امیدوارم که همه مردم ایران در داخل ایران و خارج ایران پیوسته خوب و خوش باشند. متاسفیم که مردم چه در داخل و چه در خارج ایران تصویر شما رو ندارند. ارتباط ما دوچار مشکل فنی بود در آخرین لحظات با پاریس. این شد که گیر آوردن آقای ایجادی هم به دلیل مشغله زیاد کار چندان ساده این نبود، این بود که از طریق تلفن با ما هست، همونطور که اشاره کردم. آقای ایجادی عزیز، ببینید، مقدمات انتخابات جمهوری اسلامی حکومت فقیه در راه هست یا در جریان هست، هر دو گروهی آمدند و در این انتخابات به این دلایل نامزد شدند یا رفتن داوطلب شدند که هدف این هست، اعلام کردن که نشون بدیم که جمهوری اسلامی با رد کردن ما برای رأی مردم یا غیر خودی ها ارزش قائل نیست. آیا هنوز نیازی هست چون این موضوعی رو به قول معروف به جهانیان نشون دادن؟ حالا جهانیان آیا همه متوجه مسائل ایران هستن یا نیستن بس دیگه است، اما نظر شما رو میشنویم. آیا این انتخابات اعتباری برش هست که در همون محدوده بسیار فشرده و فشرده و فشردهش باز همون رأی همون حضراتی که میرن و رأی میدن به حساب بیاد؟ واقعیت این هستش که ما با یک سیستمی مواجه هستیم که به نام سیستم ولایت فقیه مطلقه هستش. این ولایت مطلقه بنابراین مجموعه پنجره ها و امکانات دموکراتیک رو کاملا از بین میبره متاسفانه، و بنابراین مجموعی انتخابات و از جمله انتخاباتی که در پیش رو هستش در ایران، از اونجایی که در نهایت مورد تایید آیت الله خامنه‌ای باید قرار بگیر، یعنی ولایت فقیه رأی قطعی رو خواهد داد، به هیچ وجه جنبه دموکراتیکی ندارد. آقای خامنه‌ای
خامنه ای اخیراً مطرح کرده بود که اونهایی هم که به نظام اعتقادی ندارند اونها چه بسا خوب باشد که در این انتخابات شرکت بکنند، و بنابراین منظور ایشان این هستش که نمایشی رو که مورد نظرشون هستش این نمایش رو به نحو خوب با افراد گسترده انجام بدن، ولی افراد گسترده ای که در واقع فاقد حقوق لازمه هستند. بنابراین این سیستم انتخاباتی در ایران در شرایط ولایت فقیهی در واقع به هیچ وجه جنبه و خصلت دموکراتیک نداره و افراد رو پیوسته خواهان این هستند که به بازیشت و برای حفظ نظام اونها را ازشون استفاده ببرند. خب اساساً چه خیلی ها برای این اعتقاد هستن که جمهوری اسلامی برای اینکه ویترین خودش رو در برابر غرب آرایش بده چون این انتخاباتی رو برگزار میکنه. واقعا چه نیازی هست؟ مگر غرب نگران این هستش که در ایران دموکراسی هست، حتی دموکراسی در حوزه همین دموکراسی که هست یا به قول آقای خاتمی و بقیه مردم سالاری دینی و از این قبیل عناوین بی اساس؟ برای غرب چند اندازه مهم هست این موضوع؟ بله، من فکر می‌کنم که با توجه به نکته‌ای که شما مطرح می‌کنید بسیار مهم هستش، چرا که به هر حال غرب واقعیت سیستم سیاسی و به اصطلاح دین ایران رو میشناسه، ولی به هر حال در درون غرب محافلی هستن که پیوسته ایران رو یا مدل حکومتی ایران رو به نوعی جمهوری خواهی معرفی میکنن، و بنابراین هر چقدر که رژیم ایران بتونه آمار خودشو برای شرکت در انتخابات در ایران افزایش بده و نشون بده که بالا هستن، هرچند که پیوسته توأم با تقلب هستش، ولی برای سیستم بازاریابی و تبلیغاتی رژیم این امر مهم هستش. ولی روشن هستش که دنیای غرب آنچه که براش اهمیت اساسی داره نه در واقع سیستم دموکراسی درونی مردم ایران در ایران برای اینکه مردم بتونند از یک سیستم واقعا دموکراتیک برخوردار بشن، بلکه خواهان این هستن که در کل منطقه یک شرایط آرامش و نوع امنیت برقرار باشه و مناسبات اقتصادی و مناسبات بازرگانی و نظامی و دیپلماتیک خودشون رو با کشورهای گوناگون از جمله با دولت ایران در واقع بتونن به نحو شایسته از نظر منافع اونها ادامه بدن، و خود رژیم ایران هم به این امر توجه داره به خاطر اینکه با توجه به اینکه خواهان این هستش که میزان مجموعی به اصطلاح فشارهای اقتصادی که وجود داره کنار بره و مجازاتهای اقتصادی پایان بپذیره، میخواد بگه که بنابراین ما شرایط به اصطلاح عادی داریم و در نرم جهانی قرار میگیره، و این رو اضافه میکنه به تبلیغات خودش. ولی آنچه که ما میدونیم کسانی که با خبر هستند و مطلع هستند و نگاه روشن و شفافی دارن میدانند که در ایران متاسفانه به هیچ وجه انتخابات صحیح و دموکراتیکی در چنین شرایطی نمیتونه صورت بگیره. دیشب شب گذشته به وقت واشنگتن پرزیدنت اوباما آخرین سخنرانی خودش رو در برابر کنگره آمریکا، مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ایراد کرد، آخرین سخنرانی به عنوان رئیس جمهوری آمریکا که استیت یونیون عنوانش میدن، یعنی اون چه که همبستگی ملی آمریکایی ها رو به نمایش میذاره، شهروندان آمریکا رو در اینجا. نکته ای رو درش اشاره کرد، این که در حال حاضر مردم جهان وقتی نیاز به کمکی دارن به مسکو و چین تلفن نمیزنن، با ما تماس میگیرن، منظور با پرزیدنت اوباما یا با واشنگتن. چه اندازه واقعیت داره چه اندازه نداره این بحث دیگری است، اما و گفتش که مردم وقتی همین در همین بخش از صحبت مردم کشورها وقتی نیاز دارن در حرکت های. خب از طرف منتقدان ایشون بلافاصله یکی از مواردی که اشاره شد موارد انتخابات 88 ایران بود که مردم در ایران میگفتن اوباما یا با ما یا با اونها، به این موضوع اشاره کردن که چنین نکرد، مردم ایران نه تنها تلفن نزدن بلکه فریاد زدن که یا بخش بزرگی از مردم ایران. البته پاسخ معمولا این سنت دیرینه آمریکا هست
که از پاسخ رئیس جمهور رو حزب مخالف، نماینده ای از حزب مخالف در جایی میده، کمان که دیشب پاسخ از پیش تعیین شده و تدوین شده و نوشته شده تدارک دیده شده حزب جمهوری خواه رو خانم نیکی هیلی فرماندار هندی تبار کارولاینای جنوبی داد و ایراد کرد، انتقادات بسیار زیادی به سیاست پرزیدنت اوباما. همه این مقدمه رو من اومدم های ایجادی که این پرسش رو من دارم که در روند انتخابات یا روند آزادی خواهی یا دموکراسی خواهی در کشورهای مختلف قدرت‌های بزرگ چه نقشی میتونن داشته باشن و چه نقشی اساساً میشه از اونها توقع داشت و یا توقع نداشت؟ من فکر می‌کنم که مسئله کشورها در ارتباط با سیاست خارجی و دیپلماسی اونها اساساً متوجه منافع ملی هر کشور هستش و در ارتباط با تناسب قوای جهانی که وجود داره سعی میکنن که امتیازات خاصی برای کشور خودشون و برای به اصطلاح اون طبقه یا اون گروه حاکم به وجود بیارن و تامین بکنن. بنابراین در ارتباط با نقش کشورهای دیگه در درون یک کشور ما انتظار زیادی نباید داشته باشیم. آنچه که مهم هستش اون هستش که آیا نیروهای درونی یک کشور مانند کشور ایران قدرت و به اصطلاح سازماندهی و حضور لازم دارن یا ندارن و بتونن سیاست‌های این کشور یا اون کشور رو احتمالاً تحت تاثیر قرار بدن. و بنابراین آنچه که مورد توجه ما باید قرار بگیره وضعیت خود نیروهای دموکراتیک و خواسته‌های دموکراتیک و شفافیت یافته خود مردم باید باشه. و بنابراین در لحظه کنونی آنچه که مهم هستش روشنفکران ایران، نمایندگان فکری سیاسی در ایران که در اپوزیسیون قرار دارن که در داخل و چه در خارج کشور و فعالیت‌های حقوق بشری، فعالیت‌های محیط زیستی، فعالیت‌های متنوعی که میتونه در داخل و خارج وجود داشته باشه، اینها هستش جنبه اساسی که ما باید بهش توجه بکنیم. این که بنابراین آقای اوباما و یا فرانسوا هولاند در ارتباط با ایران نقشی بخوان ایفا بکنن، این نقش فقط در راستای سیاست دیپلماتیک و منافع متقابل این کشورها خواهد بود. در آخر این ماه مجدداً صحبت این هستش که آقای روحانی به فرانسه خواهد آمد، چرا که دوره قبل به لحاظ ترورهای اسلامیستی که صورت گرفته بود به تعویق افتاد و مورد مذاکره اینها در واقع منافع متقابل خواهد بود. یک، اینکه ایران خواهان این هستش که مجازات‌های اقتصادی که در ارتباط به ایران نسبت به ایران هستش سریعاً با سرعت هرچه سریعتر برداشته بشه و متقابلا دولت فرانسه خواهان این هستش که مناسبات اقتصادی و سرمایه گذاری های مورد توجهش در ایران صورت بگیره. و بنابراین مسئله حقوق بشر، مسئله دموکراسی خواهی مردم در ایران به هیچ وجه در دستور کار دولت فرانسه متاسفانه نخواهد بود و بنابراین ما هم باید این انتظار رو نداشته باشیم. قبل از هر چیز به روی خود مردم، مردم آگاه و به اصطلاح افراد و نمایندگان و نخبگان آگاهی باید اتکا بکنیم که برای آزادی، دموکراسی و رفاه مردم و همچنین شرایط محیط زیستی ایران تلاش میکنند و به تلاش خودشون ادامه خواهند داد. آقای جدید، قبل از دموکراسی ابتدایی ترین حق طبیعی همه انسان ها در همه جای جهان هوای سالم، هوای پایتخت دارالخلافه فقیه ایران آلوده است، در وضعیت قرمز هست. ساعتی پیش در همین امروز هم اعلام شد. چرا یک حکومت چرا از پیشگیری آلوده شدن هوای پایتخت کشورش یا شهرهای بزرگ یا هر جا که هست ناتوانه؟ این هم حکومتی که مدعی رهبری جهان هم هست.
بله، ما با این واقعیت مواجه هستیم که در کل جهان ما با شرایط بد آلودگی هوا مواجه هستیم و همچنین گرمایش زمین که اینها خطرات واقعی هستند که کل جهان رو تهدید میکنن. ولی این خطرات جهانی و بین المللی پیوند میخوره با سیاست های مشخصی که در هر کشوری در جریان هستش. اگر دقت بکنیم به فرض مثلا در چین که به شدت شرایط آلودگی گاه به حدی میرسه که مردم در خیابانها با ماسک حرکت میکنن، دولت چین اعلام کرده که به میزان حدود 25% از آلودگی های ناشی از مواد فسیلی خودشو در کوتاه مدت کاهش خواهد داد. و این در ارتباط با ایران هم همین گونه مقاله ما باهاش مواجه هستیم. یکی این که مسئله جهانی هستش، ولی آنچه که مهم هستش شما وقتی میبینید که در کشوری مانند ایران که شهرهایی هستش که در رتبه اول شهرهای آلوده جهان قرار میگیره و میزان آلودگی که به خط قرمز برسه یعنی حدود 150 تا 200 قرار میگیره بر اساس نوعی به سر ردبندی که قرار وجود داره و ایران در چنین فضایی قرار میگیره، در یک فضای شدیداً ناسالم قرار میگیره، این نتیجه اقدامات اقتصادی و صنعتی در داخل ایران هستش، نتیجه مسئله استفاده از بنزین های بسیار بسیار ناسالم و خطرناک و غیر استاندارد در داخل ایران هستش، ناشی از مجموعه نشت ها و به اصطلاح آلودگی های نفتی هستش که در بخش های مختلف پالایشگاه های ایران وجود داره و همچنین نتیجه تخریب محیط زیست ایران یعنی مسئله جنگل ها و مناطق مرطوب و آب ها هستش. بنابراین سلامتی در ایران از نظر محیط زیستی وجود نداره و این قبل از هر چیز برمیگرده به مسئولیت‌های دولتی، یعنی هیچ گونه عقلانیت، هیچ گونه مدیریت صحیحی در ارتباط با مسئله محیط زیست متأسفانه وجود نداره و شما مطمئن باشید الان دولت در حال تنظیم کردن کار نهایی خودش در ارتباط با بودجه هستش، یعنی بودجه کشوری که حدود بیش از 220 یا 30,000 میلیارد تومان در نظر خواهند گرفت، شما مطمئن باشید که هیچ گونه به اصطلاح ارقام دقیق و به اصطلاح قابل توجهی در ارتباط با مسائل محیط زیست اینها در نظر نخواهند گرفت و این بیان بی‌مسئولیتی این دولت هستش که کماکان به میگذاره که محیط زیست ایران داغون بشه و فضا و آلودگی موجود در ایران بیش از پیش افزایش پیدا بکنه. آقای ایجادی عزیز، سپاسگزار هستیم از شما، با سپاس بسیار. متشکرم. متاسفانه همونطور که اشاره کردن آقای ایجادی و گزارش های مختلف میبخشید هوای تهران علت و علل مختلفی داره، ناسالم بودنش و در بسیاری از جاهای دیگه کشور. آقای سعید منتظر المهدی سخنگوی ناجا هست، ایشون همون آقایی هستن که گفتن که در همه جای دنیا گشت ارشاد هست، ایشون در میگن که 29 میلیون خودرو در کشور تردد میکنه، سال گذشته 28 میلیون بوده. به گفته ایشون بسیاری از این خودروها خب متعلق به زمان قدیم هستن، یعنی این مدل های قدیمی هستن و بنابراین سوخت ناسالم هم که اضافه میشه به اونها و بقیه مسائل. در این زمینه در نیمه دوم برنامه گفتگو خواهیم کرد با خانم اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا، با من و شما خواهند بود تا لحظاتی دیگر.
با من و شما هستند خانم اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا. با سلام به شما. درود به شما و شنونده و بیننده عزیزتون هر کجایی که ما رو میشنوند و میبینند. خانم بهرامی گرامی، پیش از هر چیزی من پرسشم این هستش که به تازگی در مجلس شورای اسلامی طرحی به تصویب رسیده درباره مجانی بودن آب برای زراعت گندم و برنج. تا چند اندازه این طرح عملی است و تا چند اندازه مثبت خواهد بود و اثرگذار در جهت مثبت؟ بله، مجلس یه مصوبه رو دو فوریتی در واقع تصویب کرد، مبنی بر اینکه آب‌بهای محصولات کشاورزی استراتژیک که همونطوری که شما اشاره کردین شامل برنج و گندم و دانه‌های روغنی رو در واقع حذف بکنه، که اکثر کسای نماینده هم که به این موضوع رأی دادن نماینده بودن که جزو فراکسیون کشاورزی و مربع طبیعی بودن در مجلس، و لیستشون رو اگر در دسترس باشه در سایت مجلس هم هست، اگر علاقه مند باشن دوستان میتونن نگاه بکنن. اکثر افرادی که رأی مثبت دادن تخصصی در زمینه محیط زیست ندارن و یا اینکه خودشون مثلا تخصصشون تو حوزه خود کشاورزیه، و در واقع مجلس طبق اون توضیحی که اشاره کرده برای رأی گیری مصوبه اعلام کرده که 3% قیمت محصولات استراتژیک به این شکل کاهش پیدا میکنه. منتها سوال مهم اینجاست که بهای این 3% کجاست؟ ما یه پروسه‌ای رو تو محصولاتی کشاورزی داریم که در واقع بهش میگن آب مجازی، آبی که صرف میشه برای اینکه یه محصولی به نتیجه برسه. مثلا برای 1 کیلو گوجه فرنگی چقدر آب در حقیقت مصرف شده، که این فقط شامل آبی که به محصول داده میشه نیست، شامل آبی میشه که در واقع تبخیر میشه، آبی میشه که میشه کاربرد بهتری داشته باشه. و نکته مهم اینه که هیچ بند و تبصری اضافه نشده که این محصولات و استراتژی بودنش رو در واقع کی تعیین میکنه، و یا اینکه ما مثلا طبق شعاری که آقای احمدی‌نژاد تو دولتش مطرح کرد که توی گندم مثلا به خود کفایی برسیم، چقدر آسیب زد به پرسه که منابع آبی ایران. فراموش نکنیم که ما همیشه اینو تذکر دادیم که 90% آب مصرفی ایران تو بخش کشاورزی داره در واقع به هدر میره به خاطر سیستم آبیاری سنتی، و من فکر می‌کنم که این میتونه یه در واقع زخم جدیدی باشه به بدنه محیط زیست، و با توجه به مشکلات آبی که امروز ما گرفتارش هستیم در ایران، میتونه این آسیب رو برای سازمان محیط زیست در واقع چالش و چالش جدیدی باشه توی سال نو. بله. خب ببینید، اینجا آقای مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفته که به دلیل کمبود عرضه برنج ما مجبور به واردات برنج هستیم. بیش از 60% مردم ایران به دلیل گرانی برنج ایرانی توان خرید این برنج رو ندارند. یعنی این طرح اگر اجرا بشه و درست اجرا بشه، آیا باعث پایین اومدن قیمت برنج نخواهد شد و درنتیجه تولید برنج رو در ایران بالا ببره و جلوی واردات رو بگیره؟ من فکر میکنم که ما بیشتر از این که به این تبادل قیمت و این وجه اقتصادی ماجرا نگاه بکنیم، دو تا موضوع مهمتر رو باید در نظر بگیریم که حداقل میشه گفت اولویت بیشتری دارن. یکی این که خب جغرافیای ایران چقدر در واقع این امکان رو داره که ما بتونیم برنج در این حجم زیاد درش تولید بکنیم، برای اینکه ما فقط همین الان هم توی محدوده در نواحی شمال ایران و یه بخش کوچیکی رو نزدیک اصفهان و شمال خراسان هست که برنج تولید میکنیم. منتهاش خب بعد ببینیم که چقدر اینا مصرف آب داره اینا، و بعد اینکه خب یه ایده جدیدی رو برای برنجکارا و برای شالیکارا در واقع داشته باشیم که اگه قرار اونا محصول برنج نکارن، و یا اینکه در حد این باشه که ما اون محصول رو فقط مثلا در این حد باشه که مصرف خانواده‌ای که خود ساکن اون منطقه هستن باشه، چه چیز جایگزین میشه کرد. و من به نظرم میرسه که الان خیلی از کشورهای دنیا این موضوع رو توی کشاورزی پایدار و محیط زیست پایدار گنجوندن، که در واقع محصول به خود کفایی رسیدن در یک محصول کشاورزی نیست که ملاکه، این ملاکه در واقع که ما رشد و توسعه اقتصادی در کشاورزی داشته باشیم. خب این میتونه با محصولات جایگزین بشه، ولی اینکه مثلا ما بیایم صرف این که خب ما مجبوریم سیب رو از یک کشور دیگه صادر بکنیم، درختکارمون رو مجبور بکنیم به جای محصولی که منطبق با اون جغرافیاست مثلا بادام یا گردو توی منطقه
کردستان در غرب ایران، مثلا بگیم شما سیب بکارین که چندین برابر اون حجم آب مصرف میکنه، و یا اینکه مثلا نیاز به آیش بندی های طولانی زمین داره، و خب اینا همش آسیب رسانه. کما اینکه به نظر من اهم و فلا هم باید که در وضعیت محیط زیست امروز ما ببینیم که اولویت ما در واقع چیه نسبت به محصولات، انتخاب محصول کشاورزی یا حفظ منابع آبی موجوده، یا مثلا اقتصاد کشاورزی که داره تو اون منطقه زندگی میکنه، و ببینیم که چه جایگزینهای حمایتی میتونیم در موردشون داشته باشیم، چه با سرمایه گذاری های دولتی، چه با جذب سرمایه گذاری خصوصی و پر کردن خلاهای قانونی. بله، خب یک نکته وجود داره و اون آبهای آلوده هست در سیستم کشاورزی ایران که پنهان هم نکردن مسئولان دولتی به طور نمونه در ورامین نزدیکی تهران آب آلوده در کشاورزی استفاده میشه و بقیه مسئول گفتن نداره که بسیار خطرناکه، نیست؟ بله درسته. این برای اینکه بعضی از این آبای آلوده آبای فاضلابی هستن که آلاینده ها یا مثلا مواد معدنی مواد معدنی سنگین درشون هست یا فلزات درشون هست که اینا به سرعت جذب خاک میشن. حتی کارهای پژوهشی انجام شده رو کشور مثلا مثل آرژانتین که دیدن حتی تغییرات ژنتیکی میتونه در هم انسان ها و هم حیوانات ایجاد بکنه، استفاده از سموم کشاورزی که وارد آبها میشه و یا رسوب میکنه توی زمین. یه بخش مهم هم خب شیرابای فاضلابه، برای اینکه مثلا اگه ما در مورد تهران بخوایم صحبت بکنیم، در حاشیه تهران اون حریمی که وجود داشته برای دفن زباله با شهر با گسترش ناقواره تهران به هم ریخته و یا اینکه اصلا وجود نداره. به خاطر همین خب یه بخش مهمه این شیرابه ها جذب زمین میشه که خب اینا میتونه در واقع رسوب پیدا بکنه، وارد آبای زیرزمینی بشه، وارد آب چاه‌ها بشه، و یا اینکه خب طبیعتا یه سری کشاورزا هستن که باز به نظر من باید اینو ریشه یابی بکنیم که مشکلات اقتصادی دارن یا حمایت قانونی ندارن، یا مهاجرایی هستن که زمین‌های کشاورزیشون از دست دادن، از استانهای دیگه مجبور به مهاجرت و حاشیه نشینی شدن، که اینها به خاطر مشکلات زندگی و به دست آوردن اولیه ترین چیزایی که برای زندگیشون نیاز دارن، خب مجبورن که به شکل غیرقانونی از این آبهای آلوده استفاده بکنن، که خب این موضوع توجیه نمیکنه، برای اینکه به هر حال همه ایرانی ها باید اینو بدونن که و ما همیشه به این در واقع یه روحیه ناسیونالیستی و اینکه ملی در واقع ایرانی ها معمولا معروف بودن به این ماجرا، و منتهاش متاسفانه توی موضوع محیط زیست ما کمتر به این مسئله فکر میکنیم که به هر حال طبیعت مال همه شهروندانی که تو اون کشور زندگی میکنن. خانم اعظم بهرامی گرامی، ببینید یه درختی در کشوری که شما هستین ایتالیا و هر کشور دیگه مثل ایتالیا اروپا، اینجا در آمریکا درختها تقریبا شناسنامه دارن در محیطی که انسان‌ها زندگی میکنن. قطع درختان در جنگل‌های شمال ایران که یک امر مرسوم هست، الان گزارش دیگه بود، یکی از مسئولان جمهوری اسلامی فریادش بلند بود که کوخاری وارد مراحل گسترده تری شده و در بند رو همینطوری دارن میسازن و میرن بالا، و در مسیر بساز و بفروشی مکتبی بعد از انقلاب درخت هایی رو در شمال تهران قطع میکنن، و چند از اینا به چشم نمیاد البته در نگاه روزمره، اما تا چه اندازه در محیط زیست مؤثر هست قطع حتی یک درخت؟ من فکر میکنم که در مورد پوشش گیاهی و خب پوشش گیاهی غنی جنگلی در مورد ایران همین چند وقت اخیر ما چند تا حادثه خیلی مهم داشتیم. یکی همین که جنگلای گیلان، یه بخش جنگلای گیلان همین جمعه گذشته در آتش سوخت، و طبق گفته مسئوله که در ارتباط با فرمانداری نیروی انتظامی استان گیلان بود، بیشتر از 40 منطقه گزارش داده بود که آتش سوزی اتفاق افتاده. خب نیروهای محلی، محیطبانان، حتی یه تعدادی از کوهنوردای ساکنان بومی اون منطقه بودن و علاقمند بودن به در واقع محیط زیست، و مردم و گروهایی که ممکنه اصلا در واقع مسئولیت دولتی در این زمینه نداشتن، یا جنگلبانی هایی که خب میدونیم که امکانات خیلی کمی دارن توی اون حوزه جنگلبانی، و
به هر حال همه سعی کرده بودن که آتیش رو خاموش بکنن و 2 روز تمام موضوع طول کشید و آتیش رو به بالا به گسترش بود و به هر حال هوا کمک کرد، یاری کرد و بارندگی باران داشتن و خب آتیش مهار شد. منتهی این یه حادثه ای بود که در واقع میشه پیش بینی کرد که چرا اتفاق افتاد، برای اینکه دمای هوا به شدت افزایش پیدا کرده، خاک خیلی تروس اصطلاحاً و خشک شده به خاطر سطح آبای زیرزمینی که کاهش پیدا کرده، برای همین جنگل ها مساعدن برای این ماجرا. حتی ما مثلا فاجعه جنگل های بلوط که نماینده استان لرستان چندین بار اعلام کرده بود که فاجعه جنگل های بلوط حتی از در واقع فاجعه و مشکلی که الان در چه ارومیه باش درگیره اولویت بیشتری داره، به خاطر اینکه ما بخش زیادی از پوشش جنگلی جنگل های بلوطمون از دست دادیم و یه بخش زیادیش هم الان گرفتار بیماری هست. و حتی مثلا معاون آموزش و مشاوره مردمی محیط زیست اعلام کرد که توی نسل جدید درختای بلوط، درختای جنگلای زاگرسی ایران، ارتفاع درختها کاهش پیدا کرده میانگینش و حتی سطح پوشش گیاهیشون، چتر گیاه هم در واقع چتر درخت هم تو اون فضا کاهش پیدا کرد. یا مثلا ما نمونهای نادر گیاهی داشتیم، گونها که اینا از بین رفته در بخش زاگرس. به خاطر همین من فکر می‌کنم که همه اینها به هم پیوسته مثل زنجیره در واقع مشکلات محیط زیستی همو دنبال میکنن و هر کدوم دیگری رو باعث میشه. شما وقتی پوشش جنگلی مناسب نداشته باشین، تالاباتون کم رونق میشه، مطمئنا مشکلاتی پیدا میکنین برای زمین‌ها. همونجوری که مثلا اعلام شده تو استان خوزستان ما رسوب زمینی داشتیم که 18 متر عمق داشته. این نشون میده که زمین واقعا خشک شده و تو منطقه آسیب دیده، یا اینکه مثلا زمین‌ها تغییر کاربری پیدا میکنن به مراتع، یا اینکه همونجور که شما اشاره کردین دامنه کوه که مثلا جنگلی که ما نمونهش رو در استان گیلان داشتیم و علی آباد کتول مثلا یه نمونهش بود که به خاطر یه جاده میخواستن بگذرن یا برای معدن کاری مثلا درختار رو هرس میکنن، قطع میکنن. اینها به نظر من تمامش خب میتونه این چرخه رو هی مثل پرسه بیماری که هم رو تمدید میکنن و هر کدوم درمانش به دیگری وابسته است. خب ما می‌بینیم که آلاینده‌ها چند وقت پیش مشکل جدی در تهران باش داشتیم و هنوزم این مسئله ادامه داره و یکی از دلایل مهمش هم همونجوری که تو برنامه خودتون هم حتی اشاره شد بهش اینه که ما پوشش گیاهی کافی نداریم. حتی درختایی که ییلاقایی که بوده است در طول مدت‌ها اونجا زنده بودن در اطراف تهران از بین رفتن و ساختمان‌سازی‌های خیلی زیادی اتفاق افتاده مرتفع و اینا، خب همه باعث میشه که آلاینده ها همونجا دپو بشن اصطلاحاً و خب هوا جابجا نشه و یا اینکه ما مثلا مشکل آلاینده داشته باشیم. شما ببینید که حتی در این حد هم انصاف و رحم وجود نداره که یه سازمان مثلا سازمان میراث فرهنگی یه فردی که خودش زینف بوده و اینکه می‌خواسته یه رستوران باز بکنه میاد 14 تا درخت رو در کاخ سعدآباد قطع می‌کنه که درخواه حتی مثلا اینا چیه میراث فرهنگی شماره داشتن و ثبت شده بودن در حوزه میراث فرهنگی و جز درخواه تاریخی تهران به حساب می اومدن. و بعد در توضیحش گفته که چون ما میخواستیم در جای رستوران مثلا سنتی بزنیم که احتمالاً یکی از اقوامش دوش زینف بوده و حالا مطمئناً اخبارش در خواهد اومد بعدن و ما میبینیم که خب این حس مسئولیتی وجود نداره. اما از طرفی من فکر میکنم که بی‌انصافی اگه اشاره نکنیم به نقش مردم، برای اینکه گروه‌های محیط زیستی الان در ایران واقعا دارن فعالیت میکنن، زحمت میکشن. شما میبینید که الان چقدر گروه حتی از خانم‌ها فعال شدن که دارن در روستاهای زاگرس بذر بلوط رو پرورش میدن، بذر گیاهان زاگرسی رو پرورش میدن، در مدارس و کمک گرفتن ازشون که این کار رو توی محوطه مدارس انجام بدن و اینا رو منتقل بکنن. قطره‌های خیلی کوچیکیه ولی در نهایت نشون میده که مردم خطر رو احساس کردن و میدونن که زندگیشون با طبیعت در پیونده و شاید در واقع حتی امیدوارن، به قول یکی از دوستان فعال محیط زیستی، امید دارن که دولت اینها رو ببینه و خودش بیاد و متوجه مسئولیتی که در قبال این منابع طبیعی ایران داره بشه. بله، و گروهی مثل گروه رفتگران طبیعت من در فیسبوک ها میبینم که چه تلاشی میکنن دختران و پسران جوان که به دامنه کوها و به دشت ها میرن و اون وسائل یا هر چه که هست و باعث آلودگی طبیعت میشه بر میدارن، به خصوص پلاستیک، اجناس ساخته شده از پلاستیک رو و بقیه وسائل. گروه جوان رفتگران طبیعت. اما سهراب سپهری عزیز، نقاش و شاعر گرانقدر ایران، یک خطی داره که میگه جای مردان سیاست
بنشانید درخت تا هوا تازه شود. شعر سهراب سپهری ارجمند بود این خط، و مردان سیاست هم اون زمانی که میگفت باز مردان سیاستی بودن که دست کم سرشون به تنشون میارزید. اما اینجا درباره مردان سیاست امروز هم از روزنامه رسالت میخونیم، روزنامه نیمه دولتی رسالت، که میگه برخی تایید صلاحیت شدگان برای رفتن به مجلس شورای اسلامی و خبرگان، نوشته برخی تایید صلاحیت شدگان سابقه شرکت در قتل و زنا با بستگان دارند. این هم از مردان سیاست که در جمهوری اسلامی بعد از انقلاب تولید شده. جای مردان سیاست بنشانید درخت تا هوا تازه شود. با شما خواهیم بود همراه با خانم اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا. تا لحظاتی دیگر. خانم بهرامی گرامی، ببینید من اشاره کردم به نطق پرزیدنت اوباما که در سخنرانی سالانه از رؤسای جمهوری آمریکا در ماه ژانویه در برابر دو مجلس و شخصیت‌های سیاسی آمریکا که جمع میشن سخنرانی سالانه ای داره درباره مطالب مربوط به زندگی روزمره و داخلی آمریکا، سیاست بین المللی، نقش رهبری آمریکا در جهان و از این قبیل موضوعات که به اصطلاح استیت یونین، این سخنرانی سالانه یا همبستگی ملی یا اشاره به این موضوعات بیشتر درش از همبستگی ملی. اما در این سخنرانی امسال آقای اوباما به نکته اشاره کرد قابل توجه به عنوان یکی از نقاط مثبت کارنامه خود ایشون، که امضای اونچی که بود در نشست پاریس برای کنترل به اصطلاح افزایش دمای زمین هست، افزایش گرمای زمین یا هرچه عنوانی در این ردیف داره. تا چند اندازه پیش از اینکه سوالات دیگه ما داریم، این رو اگه به طور ساده توضیح بفرمایید برای من و بینندگان ما ممنون میشم، که تا چند اندازه این گرمایش زمین مخرب هست نقشش، و تا چند اندازه اونطور که پرزیدنت اوباما در اینجا اشاره کرد جلوگیری از گرمایش زمین میتونه اهمیت داشته باشه برای انسانها ساکنان این کره بسیار بسیار کوچک در منظومه شمسی و هستی به طور کلی؟ من اگه توی تاریخ ها اشتباه نکنم حدود 15 سال پیش فکر میکنم تو دوره های سوم، یا چون این دوره 21 در واقع تغییر اقلیم بود، توی دوره سوم یا چهارم این دوره تایید شد که در واقع فعالیت جدی شروع بشه بعد از اینکه مشکل لایه اوزون و سوراخ لایه اوزون مطرح شد. در واقع تعهد بین المللی همه کشورهای دنیا بدن که و به صورت داوطلبانه اعلام آمادگی بکنن برای اینکه سطح گازهای گلخانه‌ای رو کم بکنن و کمک بکنن، و یه خط مرزی رو تعیین کردن برای افزایش میانگین دمای کره زمین که اون 2 درجه سانتیگراد بود. منتهاش مسئله این بود که در سال 2015، اوایل 2015، یک گروه ژاپنی و همزمان اونها یک گروهی در ناسا و یک گروهی از محققان در کانادا تحقیقاتشون رو اعلام کردن و گفتن که دمای زمین میانگینش 1 درجه و 30 یا 40 افزایش پیدا کرده. یعنی این که ما از اون خط قرمزی که در حدود مثلا 15 یا 17 سال پیش تعیین کرده بودیم فاصله خیلی کوتاهی داریم. به خاطر همین خب یه سری شواهدی که برای این ماجرا بود هم شروع شد بررسی کردن، مثل میزان یخ شدن، آب شدن یخهای قطبی، مثل میزان کم شدن برفایی که معمولا قلهایی که همیشه پر برف هم، مثل همین آلپ که معمولا اتفاقا در ایتالیا هم یک
به عنوان یه فاجعه زیست محیطی داره در موردش صحبت میشه، برای اینکه بعد از بیشتر از 30 سال یکی از قله‌های کوه نزدیک در خود استان پیمونته که خاک کوه دیده میشه، یعنی اینکه همیشه در طول این 30 سال پر از برف بوده و حتی خاکش قابل دیدن نبوده و حالا امسال اون خاک دیده میشه و برفش در واقع به طور کامل آب شده و مجموعه همه اینها در واقع زنگ خطری رو به صدا در آورد و باعث شد که توی کنفرانس امسال فرانسه پاریس در موردش جدیتر صحبت بشه. منتهاش مصوباتی که مطرح شد امسال بیشتر در این زمینه بود که چطور بیان انرژی فسیلی رو مصرفش رو کاهش بدن که خب به تبع اون تولید گازهای گلخانه‌ای گاز CO2 بیشتر از همه کم بشه و اینکه ما بتونیم از انرژی های نو استفاده بکنیم و در مورد این در واقع تمام کشورهای دنیا به جای اینکه داوطلبانه گزارش های سالانه بدن و داوطلبانه برنامه ها و پروژه هاشون رو ارائه بدن، در واقع مجبور باشن و یه میزان و یه تایم زمانی بازی زمانی رو مشخص بکنن در مورد اینکه مثلا تا 15 سال آینده یا 20 سال آینده چند درصد میتونن کاهش بدن میزان تولید دی اکسید کربن رو و چند درصد میتونن افزایش بدن این توانشون رو در تولید و استفاده از انرژی های نو. خب یه سری کشور از این پروسه استفاده کردن، پتانسیلشون رو معرفی کردن، یه سری کشورها هم سرمایه گذاری کردن، مثلا کشورهای آفریقایی سرمایه خوبی رو توی این حوزه جذب کردن، بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس با اینکه برد زیادی و در واقع سود زیادی از نفت و تجارت سوختهای فسیلی عایدشون میشد، اون هم وارد بازار شدن و سعی کردن که چه توی مسیر حمل و نقل معاهده ببندن، قراردادهای جدید ببندن، چه جلب مشتری بکنن، جلب سرمایه گذاری بکنن برای انرژی های نو. منتهاش این که چه تأثیری در کل اون گلوبالیست داره، در کل سیستم جهانی داره، اینه که سطح آبای اقیانوسا رو تغییر میده، غلظت نمکشون رو تغییر میده و میزان بخار آب رو افزایش میده و خب سطح آبای زیرزمینی کاهش پیدا میکنه، کیفیت زمین تغییر پیدا میکنه و ما مجموعه این تغییرات محیط زیستی منجر به تغییر اقلیم میشه. یعنی اینکه ما پدیده بیابانزایی رو داریم، پدیده گرد و خواب و غبار و گرد و خاک ها رو داریم و حتی در خیلی جا جنگ های داخلی رو داریم. مثلا شما ببینید که یه ایده در مورد وضعیت فعلی سوریه وجود داره، اینه که مشکل اصلی به اثر اختلافاتی بود که برای بعضی از شهرهای مرکزی سوریه برای آب داشتن و همه این اختلافات به خاطر آب در واقع به وجود اومد که ما نمونه های کوچیکترش رو در ایران هم داشتیم. مثلا هنوز درگیری های کرمان و یزد یا برسر زاینده رود رو فراموش نکردیم، یا استان اصفهان با مشکلاتش برای محصولات کشاورزیش به وجود اومده بود با بخشایی از استان کردستان و یاسوش. به خاطر همین خب مطمئنن آب، منابع آبی و آب شیرین میتونه در آینده جهان نقش بسیار تعیین کننده ای داشته باشه. پوشش های جنگلی رو میتونه تاثیر روش بذاره، برای اینکه همونجوری که اشاره کردیم توی بخش صحبتامون منجر به آتش سوزی میشه، خشک شدن جنگل ها و درخت ها آتش سوزی رو تسریع میکنه و خب به این ترتیب ما در واقع جهان رو به یه سمتی میبریم که آسیبا انقدر عمیق و جدی بشه که خب پرس های جهانی هم دیگه نتونه جوابگو باشه. برای همین خب توی این سمینار خیلی از رئیس جمهورهای کشورهای مختلف یا کسایی که در واقع تصمیم گیرنده سیاسی بودن متعهد شدن. حتی در این دوره‌ای که در ماه مارس در سازمان ملل در ژنو برگزار میشه هم محور اصلی صحبت مشکلات محیط زیستیه و از انجیو های کشوری مختلف خواستن که گزارش بدن که دولت هاشون چه کوتاهیایی چه اهمال کاریایی در واقع تو حوزه محیط زیست و منابع آبی داشتن و اینکه خب ایده‌ای در مورد محیط زیست پایدار مطرح بشه، در مورد اینکه محیط زیست چطور حفظ و حراست از محیط زیست در تناقض نباشه با گسترش اقتصادی یک کشور و اینکه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته مسئولیت اینو بپذیرن که با توسعه اقتصادی مثلا چین که بیشترین تولید دی اکسید کربن رو داره چطور مثلا میتونه این رو در واقع بهبود بده و چطور میتونه این آسیب رو جبران بکنه. منتهاش کشورهای میان توسعه یافته مثل ایران یا رو به پیشرفتی در واقع میتونیم بگیم مثل ایران، من نمیدونم که چطور، شاید یه اقتصاددان و یا دوستانی که توزیع مثلا کشاورزی پایدار کار کردن بهتر بتونن در موردش صحبت بکنن، ولی من واقعا نمیدونم که چطور ما میتونیم این رو توجیه بکنیم که ایران جز 10 کشور اول تولید کننده گازهای گلخانه‌ای دی اکسید کربن باشه و خودش با این مشکل انقدر جدی درگیر باشه، در حالی که ما مثلا اگه بخوایم شاخص اقتصادیمون رو بررسی بکنیم یه لول خیلی پایینی داره در مقایسه با کشورهایی که خب البته که اقتصاد وابسته به نفت داریم. و خب
خب به این ترتیب میتونیم بگیم که در این تناقض آشکاری وجود داره و خب ما این آسیبا رو تو سلولای کوچیک‌تر در خود جامعه ایران هم داریم میبینیم دیگه، چون که همین الان از یاسوج گرفته از که شهر به هر حال نسبت به مشهد و اصفهان و تهران شهر کوچکتریه تا تهران و اصفهان و مشهد و حتی عراق میبینیم که همشون به هر حال درگیر هستن، چه با مشکل آلاینده ها، چه با مشکل منابع آبی و افول وضعیت که یه شرط استراتژیکی برای کشاورزی همینطور. خانم بهرامی، میشه این تعبیر رو به کار برد که در کره زمین انسان ها زندگی میکنن، موجودات دیگه زندگی میکنن، بسیاری هستن از موجودات، قطعا شما به طور دقیق تری میدونید که خیلی دقیق تر و به اصطلاح با دقت بیشتری مواظب محیط زیست خودشون هستن که زندگی میکنن که آلوده نشه و بقیه مسائل مربوط به محیط زیست. نمونه دم دست ما که البته ما عادت کردیم لگد کنیم، ضعیفترین رو در طبیعت، مورچه‌ها هستن، نه بقیه. شما قطعا روزی امیدوارم یا در برنامه در این زمینه بیشتر صحبت کنم، اما به هر حال در این کره زمین که موجودات بسیاری زندگی میکنن، مرزها به جای خود محکم، همه مرزبانان کشورها تفنگ به دست و همه سلاح مدرن و غیر مدرن به دست، مواظب مرزها هستن که به اصطلاح اتفاقی نیفته، این به جای خود. اما آلودگی هوای این کره زمین، این خانه کوچک همه انسان ها، الان یک امر جهانی هست یا نیست؟ یعنی اینکه مثلا زباله و فاضلاب رو میریزن در دریای خزر، چه ایران چه کشورهای همسایه ایران در همسایه خزر، و یا در خلیج فارس، باز چه ایران و چه کشورهای احتمالا دیگه ای، این در یک گوشه اگه یک مشکلی پیش بیاد آسیبش های به همه نمیخوره. همون چیزی که دیشب هم اینجا در اینجا پرزیدنت اوباما بسیار پوز داد که به سرا تونسته یه همچین موفقیت 2 درجه جلوگیری کنه از گرمایش زمین و از این صحبت ها. الان به تعبیر دیگه، آیا همه انسان ها یک جایی عضو یک خونه به اسم زمین قرار نمیگیرن، عضو یک خونه نیستن؟ بله مطمئنا همینطوره، برای اینکه طبیعت در واقع یه چیزیه که مرز نمیشناسه و اینکه به هر حال همه جهان از هم در حال تاثیرگیری هستن از هم دیگه، تمام پروسه های کوچیک کوچیکی که در طبیعت در جریانه روی هم اثر میذارن. مثلا شما ببینید که خوش شدن یه تالاب و دریاچه، ما توی ابعاد کوچیکتر از ایران خودمون شروع بکنیم، خوش شدن یه تالاب و دریاچه توی کشور مرزی یا کم آب شدن یه رودخونه توی منطقه مرزی ایران باعث میشه که در ایران گرد و غبار افزایش پیدا بکنه، باعث میشه که کشاورزی کم رونق بشه، باعث میشه که مثلا یه سدی که حالا بجا یا نابجا در اون منطقه بسته شده خشک بشه و یا اینکه آب شور بشه و سطح آب درش کاهش پیدا بکنه. خب به همین ترتیب زنجیروار در واقع اینها رو هم دیگه تاثیر میذارن. اتفاقا شاید یکی از دلایل مهم این که ما الان در چه در برنامه روز جهانی تالاب ها که اتفاقا در ماه فوریه، اوایل ماه فوریه، دوم ماه فوریه هست و ما بهش نزدیک هستیم، چه در همین کنفرانس پاریس و چه ایده‌ای که اکتیویستایی که من الان میبینم تو اتحادیه اروپا یا اخبارشون رو دنبال میکنم که دارن تو حوزه محیط زیست به صورت NGO یا غیر مستقل، غیر وابسته به دولت و مستقل کار میکنن، جامعه هدفشون رو دانش آموزان و دانشجوها قرار دادن و در واقع دارن میگن که نسل آیندهی که قرار این جهان رو به ارث ببره باید حساسیت و واکنش بیشتری نشون بده. یکی از چیزهای مهمی که الان داره توی اتحادیه اروپا روش کار میشه اینه که به نماینده هایی رأی بدن مردم که نظرات محیط زیستیشون رو شفاف بگن، به نماینده های مردم رأی بدن که اکتیویست های محیط زیستی اونها رو تایید بکنن و یا اینکه مشخص باشه برنامه‌ای که دارن دنبال میکنن تا چه حد در واقع اینی که راهگشاست و آسیب رسان نیست برای فضای سبز و منابع طبیعی و محیط زیست. به هر حال من فکر میکنم که این نشون میده که دنیا در واقع یه موضوعی رو نسبت بهش حساس شده و داره در موردش صحبت میکنه. حتی یه موضوع خیلی جالبی که روزنامه نگارا در مورد کنفرانس پاریس میگفتن این بود که تمام این فجایعی که توی مدت اتفاقا مدت زمان خیلی کوتاهی هم اتفاق افتاد،
مثلا ما توی همین 10 سال اخیر کلی مشکلات محیط زیستی ثبت شده داشتیم، از افزایش زباله‌های الکترونیکی و خطرناک گرفته تا افزایش مصرف سموم کشاورزی گرفته که میانگینش خیلی رشد زیادی داشت، یا مثلا همین مسئله دیوکسید کربن و کاهش آبای زیرزمینی و مسئله بیابانزایی. خب یه بخش شما میذاریم بر تحت تاثیر عوامل جغرافیایی طبیعی، مثل در واقع همین پدیده النینو به طور مثال که چند وقت پیش در موردش صحبت شد و خیلی جام اطلاع رسانی شد. منتهی ما برمیگردیم به حرف اصلی که خیلی از این اکتیویست ها و روزنامه نگارم خیلی هاشون روی این موضوع نظر داشتن که وقتی بدنه مردم و بدنه شهروندی از دولت جدا شد تمام این مسائل اتفاق افتاد. پس مردم باید در واقع جویا باشن، مطالبه محور باشن و دنبال بکنن در قالب گروه های غیر در واقع غیر دولتی، برای اینکه در واقع وابستگی مالی وابستگی مالی طبیعتاً وابستگی اندیشه میاره و خب وقتی اینا مستقل عمل بکنن، وابسته به دانشگاه و گروه علمی عمل بکنن، میتونن خیلی محکمتر وایسن سر مواضعشون. بسیار سپاسگزار هستیم خانم بهرامی گرامی، با سپاس بسیار امیدواریم در برنامه‌های آینده به موضوع بسیار بسیار با اهمیت و حیاتی محیط زیست بپردازیم. پرسش های ما بسیاره و بهره بگیریم از تخصص و کارشناسی شما. با سپاس سپاس از شما، وقتتون بخیر. خبری هم داشتیم که قم یکی از مراکز خواستگاه ریزگردها هست. قم، شهر قم، از قم بسیار چیزها برخواسته، یکی از محصولاتش انقلاب اسلامی هست که محصولات تازه ترش رو میبینید در اطراف خودتون عزیزان بینندگان گرامی. و این خبر هم که خاستگاه ریزگردها در و آلودگی هوای تهران و شهرهای اطراف نیز هست به گفته خود مسئولان جمهوری اسلامی. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. در برنامه فردای تفسیر خبر با من و شما خواهند بود آقای علیرضا رضایی، طنزپرداز ارزشمند ایران. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری کوهساران دنا، دراگ، بینالود، الوند و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.